با عرض سلام خدمت تمامی دوستان عزیز بریم سراغ یکی از بهترین برنامه های مترجم همزمان متن و وبسایت و فیلم ایجوی برای وارد شدن به سایت ایجوی چیکار میکنیم ایجوی هایفن یا داش بعد انگلیش رو میزنیم و وارد این سایت میشیم قبل از اینکه حالا وارد سایتش بشیم لاگین کنیم یه نگاه کنید پروداکتس یه سری محصولات داره میتونید از اپش استفاده کنید تو موبایلتون یه قسمت ای جوی گوی داره که برای اونایی که از ویدیوها تو لپتاپ استفاده میکنن یه دونه اکستنشن داره که توی مثل دیکشنری که آموزش دادیم اینجا میتونید چیکار کنید اینا میبینید این بالا میتونید این اکستنشن اضافه کنید هر کجا لازم بود روش کلیک کنید استفاده کنید یه قسمت ایجوی اپیک داره که شما میتونید فیلم های آموزشی که خودشون درست کردن و گرامر و لیسینینگ و لغت و اینا داره خیلی عالی میتونید وارد اون قسمت بشید و یه قسمت داره که ایجوی ریدر داره برای اونایی که میخوان از ای 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 امکانات ایجوی در وبسایت هایی که روزنامه ها هستن ریدینگ هستن استفاده کنن اما ویژگی هاش که میخواییم واردش بشیم کار بکنیم اولا این قسمتش بسیار عالی میتونید لغت رو لغت هایی که تو فیلم ها دارید میبینید تو روزنامه میبینید هر کجا دارید میخونید چیکار کنید ذخیره کنید برای خودتون بعد مرور کنید یه دیکشنری بسازید بعد خودش یه بخش اصلا دیکشنری جداگونه هم داره که ویدیو دیکشنری با عکس و فیلم و اینها تمام این لغت ها رو برای شما چکار میکنه آموزش میده یک بخش آفلاین لرنینگ داره که شما میتونید از این امکاناتی که ذخیره کردید چکار کنید حالا تو هواپیما هستید یا به اینترنت وصل نیستید از این امکانات استفاده کنید یه قسمت یوتیوب کانکت داره که شما از وبسایتش میتونید به فیلم های یوتیوب وصل بشید سرچ کنید و تمامی این امکاناتی که داریم میبینیم حالا لغت حالا هرچی که هستش آموزش ترجمه است توی فیلم های یوتیوب استفاده کنیم یه قسمت کلیپ بوک داره که شما میتونید یه قسمت از فیلم هایی که دوست دارید و ببرید و همین امکانات رو رو اون استفاده کنید روی فیلم های شخصی خودتون یه،, یه بخش اسپیک گیم داره شما حالا میبینید توی تمرینات شما میتونید صدای خودتون رو ریکورد کنید تست میگیره ازتون و خیلی عالی قسمت اسپیکش بعد ساب تایتل ادیتینگ داره اونایی که میخوان ارزم بزرگ شما که حتی ساب چیز کنن برای فیلم هایی که هست و ادیت کنن ویرایش کنن اشکالاتشو بگیرن و شما میتونید بین دستگاه موبایلتون لپتاپتون سینکرونایز کنید هماهنگ کنید اینا هم, هم سازی بشه بس این از فیچرش اما قیمتش شما میتونید وارد فریش بشید از اینجا که ما میخوایم همین کار بکنیم که خیلی از امکانات رو میتونید استفاده کنید ولی به صورت بیسیکه شاید مثلا همین قسمتی که لغت ها رو میتونید ذخیره کنید 20 لغت بیشتر نمیتونید ذخیره کنید مثلا روزانه ولی در حالی که اینجا به قول ما ما بخرید پولش بدید دیگه لیمیت نداره همه این امکاناتی که اینجا دیدیم گفتیم همه رو بهش دسترسی خواهید داشت بس بیسیکش رایگانه پریمیم دیگه پولی و یه بخشش هم که برای تیچرز معلم هاست که میتونن معلم ها خریداری کنن و امکانات ویژه برای معلم ها داره طرح درس داره و امکانات ویژه تمرین و اینها و یکی هم که گروپی شما میتونید گروهی بخرید ارزون بشه خانوادگی با دوستاتون چند نفری بخرید و ارزم بزرگ شما که یه سری امکاناتی برای اشتراک گذاری داره ارزونتر هم میشه ولی گروهی دارید میخرید به جای یه نفر مثلا 5 6 نفر میخرید بحث بعدیم هم که کامیونیتی هلپینگ که همین چیزایی که ما داریم میگیم میتونید استفاده کنید بعد زبانش هم دو تا زبانه گفتم یکی انگلیسی یکی هم ویتنامی شاید بعدا هم اضافه بشه منظور زبان چیه اصلی این منو وگرنه به همه زبان ها فیلماش قابل ترجمه است اینها خب اگر قبلا اکانت گرفتید از همینجا لاگین میکنید ولی اولین بارتون هست try it free یعنی رایگان رو چیکار میکنید میزنید try it free رو میزنم اینجا first name اسممو مینویسم مثلا اکبر last name زهیری خب چون با این ایمیل قبلا گرفتم یه ایمیل دیگه میذارم میگم که اکبر زهیری 6 بعد یه رمزی حتما رمز ایمیلتون نباشه هر رمزی که دوست دارید بعد ساین اپ میکنم ثبت نام میکنم به صورت فری و رایگان خب این دیگه الان با اکانت اکبر زهیری 6 چیکار میکنه برای اولین بار شما هم همینطوری شروع میکنید اولین کاری که میکنه یک سری سوال و جواب میپرسه برای اینکه فیلمایی که, فیلم که پیشنهاد بده و این مهم نیست اینا هرچی هم قرار دادید ولی اگر درست بنویسید بیشتر کمکتون میکنه وگرنه شما دسترسی به همه امکانات هم لول یک دارید هم لول هفت دارید بس مهم نیست میخواد ببینه لول شما چیه بیشتر پیشنهادش اونجا بده اگه بیگینر هستید ارزم بزرگ شما که همین یک رو انتخاب میکنید خب اما اگر دو رو انتخاب کنید ببینید یه مقدار میره بالاتر های بیگینر بستگی به لولتون داره که بی خودی دیگه فیلم های خیلی سبک و اینها رو چیکار کنه پیشنهاد نده بس شما هر کدومش رو انتخاب کردید بر اساس اون چیکار ها اینترمدیت های اینترمدیت حالا هر کدوم که این هستش شما مثلا میتونید چیه ادونس قرار بدید بستگی به لول خودتون داره خب من همین چهار متوسط انتخاب میکنم داره میگه لغت ها چیزهایی که به گل معروف میخواد استفاده کنه اینها یه سری اطلاعاتو میده بعد نیکست حتی میتونی بگی آسک می لیتر بعدا ازم به پر جواب بدی بعد نکست رو میزنید انتخاب کردید باز اینم هم همینطور هیچ مهم نیست برای اینکه بیشتر اینا رو اولویت قرار بده فیلم های جدیدی که میاد شما میگه به چه چی چیزهایی علاقه دارید بیشتر مثلا من میگم که به ادویکیشن مثلا فرض کنید به نیوز به اخبار به طبیعت هر کدوم از اینا رو دوست دارید میزنید بی خودی هم نزنید که مثلا اینجا مهمم نیست گفتم همه اینا انگلیش هم مثلا میخوام مووی میخوام حالا هر چی هستش Next". دو سه شو انتخاب میکنید بعد این زبان ویتنامیزم که به قول معروف هسته شما میایید اینجا چیکار میکنید پرژین رو انتخاب میکنید پرژین رو انتخاب میکنید که به زبان فارسی چه تنظیم بشه از اینجا بعدا هم میتونید تنظیم کنید از همینجا نیکست و این گفتم بعدا هم قابل تغییر هست میتونید کم و زیاد کنید که برای سرچاتون اینا چه شاید مفید قرار باشه اما این صفحه اصلی که الان وارد شدید شما میتونید در زنبازو شما که ازش استفاده کنید برای تنظیماتتون عکس مکستون رو یا همون چیزهایی که انجام دادیم اینجا نگاه کنید بیسیک شما اگر یه دفعه خوشتون اومد همینجا گوپرو ناو رو میزنید و پولش رو پرداخت میکنید مثلا الان هم تخفیف خورده برای یک سال حدود چهل و دو دلار مثلا اینطوری شده خب بس از اینجا میتونید اینو عوض کنید خودتون هم رو انتخاب میکنید از همینجا لولی که هستش بعد پایین اکانت ستینگ همون تنظیمات اکانتتون که میتونید از اینجا عکستون رو عوض کنید بزنید چنج ایمیج عکستون رو عوض کنید یوزر نیم پسوردتون اینجا به قول معروف چیه مشخصاتی که دادید ایمیلی که دادید میتونید عوض کنید خب الان برای اولین بار میگه که تو باید تو ایمیلت بری این اکانت رو وریفای کنی یعنی من باید وارد ایمیلم بشم الان من وارد ایمیل هم شده همونطور که میبینید اصلا وارد ایمیل اصلی هم نشده چون یه سایت به قول معروف فری هم هست خیلی ایمیل اینور اونور میفرسته وارد اسپم شده بس بعضی موقع شاید داخل این نباشه ببینید من الان داخل اسپم هستم از ایجو انگلیش اومده و اینجا چکار میکنم وریفای میکنم میبینید به صورت اسپم شناخته و این وریفای یور ایمیل رو چکار میکنم کلیک میکنم دوباره ساینین میکنم که دیگه به گل معروف اکانتم هم شناخته شده باشه مشکلی بر نخوره ساینین میکنم اینا ایمیل هایی که حالا من ساختم برای آموزش اینا ازشم استفاده نمیکنم خب دیگه این قسمت هم چی شد از بین رفت دیگه چی ایمیل هم, هم شناخته شد تیک خورد همونطوری که میبینید دیگه اکانتم هم, کامل شد و میتونم به نحو احسن استفاده کنم هر وقتم خواستم چنج پسورد رمزم اینجا عوض میکنم دیلیت اکانت اکانتمو میکنم حذف میکنم خب بس قسمت ستینگتون بعد یه قسمت سابسکریپشن یعنی اون تنظیمات میتونیم چیکار کنیم بیسیک رو تبدیل کنیم به اپگرید. پولیش کنیم بخریم خب همه اینا رو از کجا وارد شدیم از این بیسیک بعد قسمت لرنینگ ستینگ یادتون بیاد اون قسمت اول یه سری تنظیمات انجام دادیم گفتم زبان فارسی اینا رو بس میتونیم دوباره از کجا از همینجا وارد چیه اکانت ستینگ بشیم وقتی وارد اکانت شدیم میتونیم اینجا قسمت چیه لرنینگ ستینگ رو انتخاب کنیم و حالا از این امکانات رو به انگلیسی نشون بده بعد نیتیو لنگویج زبان فارسیه یعنی میخواد ترجمه اینه کنه و انگلیش لولمون هم چیه های اینترمدیت حالا از اینجا میتونم بگم که ادوانس میخوام بعد اون فیلم هایی که اضافه کردم یادتون میاد ادویکیشن اینا رو میتونم از اینجا اضافه کنم بس همه اون امکانات رو دوباره اینجا هم چیه دسترسی داریم دیگه چیز خاصی نیست پس هر وقت خواستید میتونید از اکانت سeting. خب قسمت ورد بنک از یه سری امکاناتی که در رابطه با اگه یادتون باشه توی سایتش گفتیم در رابطه با آموزش وکبلری دیکشنری ارزم بود لغت هایی که شما خودتون چیکار کردید ذخیره میکنید تمام اینها میتونید چیکار کنید امکانات ویژه‌ای داره که بتونید استفاده کنید حالا یه سری لغتینا ذخیره میکنیم کار میکنیم دی بی بیاید ببینید شما از ورد بانک وارد اون قسمت میتونید بشید یه قسمت کلیپ بانک داره که میتونید یه کلیپی رو چیکار کنید برای آموزشتون ببرید و روشون کارها رو پیاده کنید اینجا از همین امکاناتی که هستش میتونید استفاده کنید و کرییت کلیپ بوکو بزنید و براش تایتل بدید و چند بار تکرار کن و تامنیل بدید و توضیحات و کارهای مختلفی که میتونید انجام بدید پس این هم از قسمت کلیپ بنگ این هم که لرنینگ ریپورته حالا آه, یه گزارش میده شما چیا رو آموختید چقدر لغت نمیدونم ها, هر روز چقدر استفاده کردید و امکانات گزارش آه, کاری که انجام دادید ما هنوز کاری انجام ندادیم بعدا میتونیم چیکار کنیم وارد این قسمت بشیم و حتی اینا رو چیکار کنیم ذخیره کنیم ایمیل کنیم قسمت های مختلف خب پس این کجا بود توی اه, تنظیماتمون بود که توی بیسیک ساین اکانت اومدیم و یک سری تنظیماتی هم این سمت چپ همینطوری که میبینید مای فیوریتس یعنی اونهایی که مورد علاقه هم هستم ذخیره کردم ریسنتلی واچ اخیرا تماشا کردم لرنینگ ریپورت از اینجا مووی ترینینگ یعنی به همه اون امکانات میتونیم از همینجا هم خیلی هاشو چیکار کنیم دسترسی داشته باشیم که ما کاری به این نداریم به این قسمت نداریم میریم ببینیم اصلا این قسمت ها چیا دارن بسیار عالی حالا بریم ببینیم از امکانات که وجود داره چطوری میتونیم استفاده کنیم اولا سرچ کیوردز میتونید اینجا فیلم هایی که به قول آموزش هایی که مثلا فرض کنید من بنویسم آیلز یعنی میگم که هر چی آموزش امکانات فیلم چیزهایی که در رابطه با کلمه آ... آیلس هست برای من پیدا کن میبینید 888 ویدیو پیدا کرد دو تا آموزش کورس به قول معروف در, در این رابطه برای من پیدا کرد حالا بعضی از اینا رایگان هستن بعضی هم ارزان بزرگ شما که فیلم میتونم بر اساس موضوع فیلم حالا هر چی که ازش چیکار کنم کلیک کنم و وارد آموزشش بشم درسایی که حالا داره امکاناتی که داره میده استفاده کنم خب مثلا این یه دونه رو انتخاب میکنم وارد چی میشه امکاناتی میشه حالا من چه امکاناتی از این میتونم استفاده کنم دقت کنید اینا مهمه اول همطوری که دارید میبینید برای اولین بار داره بهت آموزش میده که به قول معروف چطوری از اینا استفاده کنید که من این زبده رو میزنم بسته بشه خب دقت کنید این قسمتی که خب مشخصه پا... Yeah, right. پاز پلی صداشو کم و زیاد میتونید بکنید صداشو کلا قطع کنید بعد این قسمت میتونید اتو پاز کنید یعنی به جمله ای رسید اتوماتیک وایس بعد جمله بعدی میتونید اینجا چیکار کنید انتخاب کنید سرعتش اسلو کمتر کنید یعنی اینجا بزنید بگید که آرومتر صحبت کن خونده برای من بعد اینجا لوپ کنه یعنی تکرار کنه یعنی مشخصه یک بار عدد یک مشخصه تکرار کنه تو این قسمت میتونید استارت و اند لوپ بگید که مثلا از این ثانیه تا این ثانیه چکار کنه هی لوپ کنه تکرار کنه که برای شما ده بار تکرار بشه مثلا برای یادگیریتون و عین یوتیوب دیگه و اینجا ستینگتون تنظیماتتون میتونید وارد قسمت این بشید که اصلا ارزم بزرگ ساب تایتل داشته باشه یا نه به چه زبانی باشه فارسی رو عوض کنید مثلا بگید عربی اصلا نداشته باشه سرعتش عادی باشه یا سرعت تند صحبت کنه عین همون یوتیوبی که یاد دادیم و به صورت اتوماتیک بار پاس کنه وقتی به آخر جمله رسید و چیزایی که هستش پس این قسمت ستینگ هم دارید و میتونید تیتر مود کنید یعنی به صورت بزرگ نمایش بدید اینا رو توی یوتیوب همه رو یاد دادیم و یا به صورت فول اسکرین کل سفر رو بپوشونه که شما آموزشی که دارید میبینید همه, همه چیز رو در اختیارتون باشه خب من اینو کوچیک میکنم که بقیه امکاناتم ببینیم دیگه چی هستش ببینید وقتی شما اینو پلی میکنید این رو نگاه کنید جمله ها رو داره نشون میده بعد شما روی پاز میکنم شما روی این خوب دقت کنید کلیک کنید میتونید ترجمه رو چکار کنید ببینید همونطور که ببینید ترجمه رو داره نشون میده خب اگر دوست داشته باشید اینجا هم دارید ترجمه رو میبینید اینا تنظیماتیه که خودتون هست حتی میتونید اینو بگیرید و جابجا کنید بگید که بالا نشون بده این قسمت نشون بده دستگیرش رو بگیرید هر کجا خواستید نشون بده از جملات چه اینجا دارید میبینید ترجمه رو دارید میبینید این ثانیه به ثانیه میبینید حتی شما میتونید در زنبوز اینجا کلیک کنید بگید که آها من این جمله رو چیه یه بار دیگه تکرار are خب اونجا رو تکرار کنه و از همین جا هم به یه سری امکاناتی دیگه دسترسی دارید ولی مهمترین قسمتش اینا نیستن چون اینا رو تو یوتیوب هم داشتیم خیلی هاشو. قسمت پایینشه خوب دقت کنید اولا ویدیو اینفو خیلی جالبه که به شما داره میگه این فیلم ارزم به حضور شما که لغت هایی که استفاده شده اطلاعاتی که داره میده خیلی عالیه میگه که چند تا اصطلاح داره 6 تا توش اصطلاح استفاده شده لغت هایی که تو آیلز 56 تا لغت تو آیلز استفاده شده توی ارزم 9 تا کلمه مثلا در سطح تافله تمام اطلاعات رو داره میده و امتحانهای مختلف و از همینجا شما میتونید روش کلیک کنید ببینید الان من لغت های آیلز رو کلیک کردم و یه سری امکانات در مورد لغت های آیلز حالا میتونید اینو بعد از تماشا دقت کنید ببینید خودش رفت به صورت و قسمت آیلز خب این کلمه رو داره نشون میدیم این کلمه که تو آیلس میتونید استفاده کنید بعد از زنبور شما که نشون میده که چند بار توی این فیلم تکرار شده مثلا بیسیک سه بار تکرار شده فریکونسیشه یعنی تعداد تکرارش ورد رود ریشه کلمه و اطلاعات بیشتر حالا تو کجاها به کار رفته و از همینجا هم پلی میتونید بزنید جان... ببینید اون جمله که بیسیک توش به کار رفته رو استفاده میکنه مثلا الان من دوباره لغت فرض کنید computers can successfully teach basic knowledge خب الان من برم بالا به جز وکابلری ترنسکریپت شما میتونید دسترسی به تمام این ترانسکریپت ها به طور کلی کامل همه چیز رو داشته یعنی کل متن فیلم رو یه جا میبینید کل متن رو یک جا برای شما چیه ارائه میده میتونید بهش دسترسی داشته باشید بعد کپی کنید اینو ببرید یه جای دیگه مثلا کپی کنید ببرید توی وردتون حالا مایکروسافت وردتون یا گوگل ترنسلیشن ترجمه کنید هر کاری که خواستید انجام بدید و اینجا دو تا حالت داره یکی اوورفلو داره یکی اسپلیت تو قسمت اسپلیت جدا جدا یعنی تمام اینها رو جدا جدا اوورفلو کل متن رو یکجا براتون در اختیارتون قرار میده و اینجا هم که میتونید اینو دانلود کنید یا گفتم کپی کنید خب اینم از قسمت بس واجگانه کل واژگانی که تو این فیلم استفاده شده اینم اطلاع اطلاعاتی که در مورد این استفاده شده رو چیکار میکنید بهش دسترسی داشته باشید خب حالا میرم بالا ببینیم چه امکاناتی ببینید پس اینجا اطلاعات وکبلری ترانسکریپت متن ها و خود متن و ترجمه رو دیدید و سمت راستش هم دیدید اما قسمت اصلیش این بالاست خوب دقت کنید وقتی فیلمی شما فیلمی رو که شما دارید استفاده می کنید برای همه این فیلم ها چیه یک کویز درست کرده یعنی من این فیلم ها الان نگاه کنم می بینید نوشته دوازده تا سوال براش هستش و میتونم چیکار کنم پلینا بزنم و سوالا رو جواب بدم چون برای اولین بار دارم وارد میشم چیه دوباره آموزشش میاد که چطوری از کویز میتونم استفاده کنم میبندم که ببینید دقیقا همونطور که ببینید خب یه سری سوال اینجا هست هیر خب من باید انتخاب کنم و یا انسر هیر یا میتونم اینجا چکار کنم بنویسم میبینید این قسمت و گفتم اگر خواستم هم اسلو یعنی بگم آرومتر به قول من رو بره جلوتر جمله ها رو آروم بیان کنه تا من بفهمم ریپیت تکرار کنه حالا هرچی هستش و اینجا هم داره نشون میده که من تا حالا از چیه از سوال ها از دوازده تا سوال هیچ کدومش رو تا حالا انجام ندادم خواستم هم خارج بشم اگزیتو میزنم بس اینجا میتونی چیکار کنید به سوال ها تو این قسمت کویزی که گفتیم به سوال ها جواب بدین قسمت بعدی که خیلی عالیه برای اونایی که به خصوص آیلتس میخوان شرکت کنن رایتینگه هر فیلمی رو که دیدید میتونید رایتینگش رو تمرین کنید دیکتتون قوی بشه جملاتی که دارید میشنوید دوباره این آموزشش میاد که چطوری استفاده میبندم خوب دقت کنید میان بالا تا ببینید چه امکاناتی داره میتونم با کلیک کردن در این قسمت بشنوم و اینجا تایپ کنم گوش کنید Hello, welcome to حالا این پایین چی کار میکنم اون جمله رو مینویسم مثلا این جمله ای که گفتش رو مینویسم حالا میتونم همینجا الان چیکار کنم چکو بزنم ببینم اشکالم غلطم چیه چکو میزنم ایرادی که گرفت یه دونه من ویچ اینجا اضافه نکردم برای من خب میفهمم که اینجا اشکال دارم یکی هم تو این قسمت دقت کنید ideas to use so welcome to the video series which gives you the best ideas to use in your این یور ادامهش رو ننوشتم این یور اینو میزنم نکس بعدی اینجا دوباره میتونم بنویسم مثلا این یور ایمپورتند دوباره چک کنم خب همونطور که بیدید از قسمت قبلی من یه لغت رو ننوشتم اینجا رو ننوشتم همه اینا رو بس دقیقا اون چیزی که میشنوم و باید چیکار کنم بنویسم و اگر بخوایم میتونیم این ساب رو بزنیم چیکار کنه به ما نشون بده دقیقا جمله ای که به قول ما چیه میخوایم بنویسیم یه بار یه نگاه بکنیم دقیقا این جمله باید شنیده میشد و نوشته میشد و خب دیگه بی ارزش میشه دیگه برای تمرین رایتینگ حالا این بر اساس تواناییتون فیلم ها فیلم های مقدماتی به قول معروف کمک میکنه هم دیکتهتون بهتر بشه هم ارزم بزرگ شنواییتون واقعا دارید چی میشنوید و اینجا قسمت رایتینگ من توصیه میکنم حتماً چیکار کنید نهایت استفاده رو انجام بدید بعد اینجا هم همینطوری که میبینید اینا رو یکی یکی ایراداتون رو داره مینویسه چند تا غلط داشتید چی نوشتید به قول معروف لغتی که مشکل دارید میتونید دوباره at... خب تمام اینها رو چیه کمک میکنه توی اه، 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 تمرینتون و این قسمت هم میتونید چیکار کنید ریست رو بزنید چیکار کنه از اول آزمون رو چیکار کنه پخش کنه حالا کیپ مای ریزالت یعنی نتایجمون نگهدار میتونی که یه نه ریست انیوی anyway. نمیخوام همه رو از بین ببر از اول میخوام چیکار کنم امتحان بدم پس اینم از قسمت چیه قسمت رایتینگ اما قسمت بعدی اسپیکینگ شما میتونید همینی که دارید میشنوید چیکار کنید رکورد کنید خب اینجا دوباره آموزشش میاد که من میبندم کاری به این ندارم شما همینطوری که میبینید اینها هم متنش اینجا هستش هم دوباره میتونید بش، بشنوید و این جملات چیکار کنید عینا بگید و اشکالات تلفظیتونو رو بگیره ارزم بزرگ شما که جملات که گفتید جمله بندیاتون البته خب این در سطح آیلسه یه مقدار خب گفتنش یه مقدار سختره ولی در سطح های مقدماتی شما میتونید چکار کنید خیلی های خوبی رو داشته باشید بعد اینجا خودش تو اون بلنگویی که پخش میکنید خب من چون فارسی داشتم صحبت میکردم میبینید برای من چهار درصد زد یعنی اصلا چیز خاصی رو نشنیده شما میتونید جمله بعدی رو مثلا کلیک کنی بگی که جمله بعدی رو من پاز میکنم ببینید دقت کنید شما میتونید این جمله رو چکار کنید بگید بعد این بعدیه بعد از اول میگید try again دوباره میخوام سعی کنم بعد اینجا کامپر صدای خودتون رو مقایسه کنید خوب دقت کنید پس من یه بار گوش میکنم حالا حالا روی روی این کلیک میکنم و این جمله رو میگم ideas to use in your important IELTS writing essay please look at خب الان همونطور که میبینید به من 89 درصد امتیاز داد ای ایرادایی که به قول معروف چیه توی کلمه آیلس گرفت حالا به چه دلیلی بعد ارزم به حضور شما یا نگفتم یا غلط گفتم بعد اینجا میتونم چیکار کنم اینو کلیک کنم یا هستم اینجا کلیک کنم صدای خودم رو مقایسه کنم ideas, می بینید؟ at... خ... ideas همونطور که میبینید چیه میتونید صدای خودتون رو مقایسه کنید بشنوید بعد صدای اونو دوباره بشنوید خب و این امتیازاتون هم اینجا دیگه جمع آوری میشه چون من از قبلی چهار درصد چون چیزی رو نگفتم خب بعد ارزم و حضور شما که و از این قدم به قدم و یه امتیازی هم براتون و دوباره عین همون میتونید چیکار کنید ریست کنید یعنی بگید که از اول و ریزالت هم, هم نمیخوام ریست انیوی و شروع کنید از اول ثبت کردن و تمرین کردن خوب دقت کنید پس شما قسمت لیسنینگ دارید میتونید چند بار گوش کنید تمرین کنید میتونید بیایید از همینجا انتخاب کنید هر جمله خب <تصفح> <بس هم. تصفح> بیایید قدم به قدم اینجا اینا رو گوش کنید کویز دارید میتونید کویز بگیرید رایتینگ دارید میتونید تست رایتینگ بدید اسپیکینگ دارید میتونید تمرین کنید بعد تمام این امکانات گفتم ترجمه هاشو از همینجا هم میتونید نگاه کنید ضمن اینکه اینجا ترجمه هاشو چیکار کنید داشته باشید و یه سری تامینات و تنظیمات سرعت و قسمت های مختلف فیلم اینجا دارید در مورد واژگان کل واژگانی که استفاده شده میتونید اینجا چکار که اطلاعات بگیرید کل متن رو اینجا چیکار کنید ببینید و کپی کنید پیست کنید هر کاری که خواستید پس برای فیلم یه سری امکانات خاصی دارید حتی یه قسمت از فیلم کات پارت یعنی یه قسمتی از این فیلم که دارید میبینید چیکار کنید ببرید و یه قسمتی استفاده سن بیایید اینجا این تلگرام اینا که استفاده میکنید یه تیکش رو ببرید و تکرار کنید بس اون کلیپ مورد علاقت که بخواید تکرار کنید میتونید از همینجا چیکار کنید کات کنید یا از همین بالا کلیپ استارت من از دقیقه دو میخوام تا دقیقه اندش مثلا بذارید در دقیقه سه. هر چقدر که میخواید انجام بدید و بیایید پایین و از این قسمت کاتو بزنید یعنی اون تیکه رو چکار کنه ببره و اون قسمت رو چکار کنید شروع کنید به تمرین کردن یعنی الان من اینو کات کردم از دقیقه یک تا دقیقه دو کات کردم و میتونم روی این قسمت چکار کنم همون تمرین رو انجام بدم آموزش ببینم الان هر که هستش بس شما میتونید یه بخشی از یه فیلمو که مورد علاقتون رو چیکار کنید میخواید تکرار کنید کات کنید و کویز انجام بدید رایتینگ اسپیکینگ همه این تمرینا رو روش انجام بدید بس این هم از قسمت هایی که رو فیلم ها میتونید انجام بدید. حالا این قسمت سرچ بود رفتیم ما زدیم آیل همینطوری شانسی یک سری فیلم ها اومد شما میتونید برید از طبقه بندی های خودش استفاده کنید ببینید اینجا مثلا کالچر داره بیزینس داره ادویکیشن داره هل داره کیدز نیچر داره مثلا طبیعت علاقه دارید نیچر رو می زنید. میره تمام فیلم هایی که در مورد نیچر هست و چکار میکنه میبینید برای شما پیدا میکنه یعنی با یک کلید واژه اینجا و هر کدوم از اینا که به چیزی که علاقه دارید چکار میکنید کلیک میکنید و همون کارا رو براتون دوباره انجام میده یعنی I am the من پاز میکنم ببینید ترجمه رو داره نمیدونم ترانسکریپشن ووکابولری داره مثلا تو این فیلم داره میگه که دوباره همون اطلاعات انفورمیشن چند تا لغت آیلتس به کار رفته اصطلا به کار رفته تمام واژگان از همینجا میتونید کلیک کنید تمرین کنید ووکابولری کل ووکابولری کلماتی که به کار رفته بیایید ببینید تکرار کنید کل متنش این کل متنی که تو اینجا استفاده شده میتونید کپی پیست کنید فیلمای خی... خب کوتاه داره بلند داره بعد سمت راست دقیقا دوباره همون ترجمه اینا هر چی که هستش و رو خود متنم که دارید اون تنظیمات رو دوباره دارید و کویزش رو دوباره دارید رایتینگش رو دارید اسپیکینگش رو دارید میتونید اینجا الان من رایتینگ زدم همون جمله رو چکار کنم بنویسم چک کنم تمام چیزایی که اونجا یاد دادم روی همه فیلم ها دارید بس یه بخش, یه بخش اکسپلور دارید فیلم های قبلی که وجود داره تیوی شوز داره حالا هر چی که هستش میتونید انتخاب کنید انواع فیلم هایی که به قول معروف علاقه دارید حالا هر کدومشون چهل ثانیه یک دقیقه دو دقیقه این مثلا یک دقیقه فیلم های بلند و کوتاه حالا میتونید از اینجا هم انتخاب کنید بگید فیلم هایی که میخوام بالای سی دقیقه مثلا بالای نیم ساعت باشه و میاد فیلم هایی که به قول معروف چیه 50 دقیقه نیم به معروف یک ساعت مثلا همین رو بزنم این الان یک ساعته بشینم گوش کنم همون تمرینات و مثال ها رو بزنم yes. yes. خب بشینم تمام فیلم رو نگاه کنم گوش کنم استفاده کنم بعد اگر خواستم تمرین کنم نه فقط گوش کنم دقیقا وکبیلریش هم میبینید چقدر لغت های مثلا 312 تا لغتی که تو آیس به کار رفته 78 تا توی تافل مثلا بر اساس طبقه بندی های حالا خودش نمیگم که خیلی هم دقیق بس شما توی قسمت اکسپلور میتونید به اینا حتی از همینجا میتونید لولش رو کنید میگی من لول آیس میخوام پیشرفته میخوام نه لول بیگینر میخوام از همینجا یعنی فیلمایی رو پیدا کنه که در لول خیلی پایین هستن مثلا چیه برای کودکان اینا مثلا چیزهایی که توی آفیس داخل دفتر هست وسایل و اشیایی که, که, که توی دفتر استفاده میشه مثلا پن، پنسل، دروینگ، وایت بورد، مارکر چیزهایی که هستش خب بس اینجا اکسپلور انواع فیلم ها لیول طبقه بندی میتونید انتخاب کنید بعد میتونید وارد کورسیز بشید ببینید قسمت کورسیز یعنی درس ها به قول معروف چیه به صورت از درس یک تا مثلا درس 20 پنجا همینطوری شروع میشه و طبقه بندی شده شما مثلا انگلیسی برای مسافرت خب حدود 6 یونیت 56 تا ویدیو داره و تک تک درس ها ببینید اینجا میتونید کورس ده... اه... اه... های زیادی وجود داره ها برای آیس وجود داره بی... اه... بیزینس وجود داره آیتی داره نمیدونم همینطوری برید پایین انواع درس ها برای مثلا پایه هشتم پایه نهم میبینید انگلیسی برای پایه نهم پایه دهم تو خود کارایی که حالا تو کانادا و آمریکا کار میکنن مثلا من همین تراول که میبینید بزنم میتونم چیکار کنم کل کورس ها شد چیکار کنم استفاده کنم ولی همونطوری که میبینید الان میگه گوپرو یعنی باید چیکار کنید پولی اینا یعنی اگه درساشو میخواید استفاده کنید اینا. اما داخل اینها رایگانش هم وجود داره میتونید چیکار کنید سرچ کنید بعضی از درس ها چیه رایگان هم هست یعنی فکر نکنید که همه اینها چیه پولیه ولی اکثریتش دیگه اونایی که پول میدن از کورس ها میتونن چیکار کنن استفاده کنن همین قسمت کورسیز هم چیه بر اساس تاپیک یعنی موضوعات مثلا میتونید بگید که من فقط فرض کنید علاقه به نیوز دارم انتخاب کنید فقط فیلم های کورس نیوز پیدا ببینید یه دونه درس تهیه شده در مورد نیوز و اطلاعات به قول معروف پالیتیکس به اسم کرونا ویروس آت بریک خب 5 تا یونیت 48 تا ویدیو داره که میتونید استفاده کنید نه میگید مثلا من فقط کیدز رو میخوام ببینید بحث کیدز و فیلم ها و آموزش هایی که در مورد کیدز هست الان مثلا داره میگه که دو تا فیلم هست یکی نه تا یونیت داره 57 تا درس داره یکی و هر کدوم از اینا رو خواستید چیکار میکنید کلیک میکنید و استفاده میکنید و این مثل اینکه الان رایگان پلی رو میزنید و رایگان استفاده میکنید پس برای این فیلم دیدید شو گفتم گفتم بعضی از اینا رایگان هست و میتونید چیکار کنید استفاده کنید بعضی هم که پولیه پس هم قسمت کورسیز بود که گفتیم که شما میتونید درس ها رو انتخاب کنید حالا بر اساس لول هم میتونید انتخاب کنید میگید که من فقط های ادوانس میخوام پیشرفته که میتونید الان بیاید چیکار کنید انتخاب کنید هر کدوم که هستش مثلا سوشیال انگلیش لول چند تا یونیت داره چه استادالا شانستون رایگان باشه یا نه این یکی دیگه رایگان نیست مثلا میگم که توشون باید سرچ کنید ببینید حالا اگر رایگان دارید استفاده می‌کنید ولی اگر دیدید واقعا ارزش رو داره برید بخرید به قول معروف حالا 50 40 40 دلار 50 دلار سالانه و 169 دلار برای کل عمر اگر بخواید یه قسمت داره ورد استور این ورد استور دیگه رایگانه از همه امکاناتش میتونید به صورت رایگان اکثریتش میتونید چیکار کنید استفاده کنید یه فیلم آموزشی داره اگر خواستید نگاه میکنید ببینید 600 واژگان مثلا که کتاباش هم تو ایران با 1200 واژگان نمیدونم آیلس نمیدونم 504 لغت لغت ها طبقه بندی کردن اینجا میتونید همه اینها رو چکار کنید بزنید و استفاده کنید مثلا 600 واژگان برای اونایی که میخوام مقدماتی یاد بگیرن میزنید و چکار میکنید از امکاناتش استفاده میکنید تلفظش داره حالا یه اولش آموزش میاد میزنم کنار کاری ندارم خب برید امکاناتی که میتونید استفاده تمام این لغت ها میتونید بیاید دونه بدونه ببینید هر کدوم از این کلماتی که میخواهید استفاده کنید تلفظش رو مثلا همین کلمه یه فرض کنید اتک خب تلفظش رو گوش کن اتک خب بعد ارزم میتونید به واژگانتون اضافه کنید و یه قسمت دیفینیشن میخونید با مثالش اما یه قسمت خیلی جالبش که خیلی به دردتون میخوره این لغت توی کانتکست میبره داخل انواع فیلم ها توی جمله های مختلف میبینید کلمه اتک دقیقا بعد بر اساس بروزم یعنی فیلم های جدیدی که استفاده شده من, من روی این لغت هم کلیک کنم میتونم چیکار کنم دوباره اونا رو داشته باشم حتی ترجمه هم میتونم تنظیم کنم اینجا ترجمه هم داشته باشم فیلم مختلف دیکشنر های مختلف رو میتونم چیکار کنم استفاده کنم هر کدوم از اینا رو دوست داشتم اد کنم اضافه کنم بعد اسلنگ اصطلاحاتی که با کلمه اتک استفاده شده اصطلاحات هایی که استفاده شده اگزمپل مثال انواع مثال ها حتی گوش کنم

یعنی حمله با چاقو گان اتک داریم و کلمات مختلفی که میتونیم استفاده کنیم برای اونایی که آیلتس اینا میخوان کار کنن میتونن استفاده کنن قسمت سینونیم داریم هایی که برای اتک هست و, و حتی این کشویی رو بکشید بیایید پایین از دیکشنری های مختلف میتونید چیکار کنید استفاده کنید حتی متضادهایی که وجود داره مترادف ها هر که هستش میتونید استفاده کنید یعنی یه دنیا اصطلاحات رو میتونید استفاده کنید و قسمت فامیلی هم خیلی عالیه شما کلمات وابسته به این نمیدونم آی ایدی، جی ای حالا هر چی میگیره دیکته ریشهش همه این چیزها رو که پسوندای آن آن اتک نمیدونم ولا هر چی که هستش رو چیکار کنید و از این همینجا دسترسی دارید و این قسمت هم میتونید بزنید وارد ادوانس دیکشنری بشید حتی ترجمه شو به فارسی مثلا فارسی رو انتخاب کنید ترنسلیت بزنید و ترجمه پایین همونطوری که میبینید میتونید مشاهده کنید و یک سری امکانات دیگه ای که روی این هست پس شما روی این کلمه ای که کلیک میکنید تو همینجا مثلا من الان کلمه ای پروفاند انتخاب کنم میتونم چیکار کنم به دیکشنری اضافه کنم ارزم تلفظش رو ببینم و همون امکانات چیزهای مختلفی که بیان کردم و چیکار کنم استفاده کنم بحثمون این بود که روی هر ای که مثلا اینا هستش علاوه بر اینکه از امکاناتش استفاده می‌کنید این کلمه رو می‌تونید تو های مختلف بشنوید مثلا الان کلمه پرامیس رو نگاه کنید من توی کانتکست بزنم میره فیلم هایی که جدیداً اومده تو یوتیوب الان 24 تا فیلم انتخاب کرده برای ببینید میتونم اینو بزنم گوش کنم And that is why we cross our fingers behind our back when making a promise we don't intend to keep. خب کلمه پرامیس اینجا به کار رفته تو این جمله و استفاده. حالا فیلم بعدی رو میخوام اینو میزنم. دقیقا کلمه پرامیس اینجا میبینید استفاده شد. فیلم بعدی هر کدومی که هستش میتونم چیکار کنم فیلم هایی که این حالا انتخاب کرده و دقیقا این کلمه رو تو متن ببینم. پس شما میتونید انواع لغت ها حالا اینجا دقت کنید ده قسمت یونیت اول بود میتونید برید یونیت دومی یا واژگانی که ما آوردیم و لغت های سخت تر به قول معروف بهتری رو چیکار کنید استفاده یونیت سوم هر کجا هستش چیکار کنید استفاده پس این قسمت کجا بود داخل اینجا توی ورد استور برای واژگان هایی که به قول معروف چیه میخواهید کار کنید مثلا 600 واژگان آیلز اونایی که میخوان برای آیلز تمرین کلیک میکنن اون 600 واژگان آیلز رو میتونن هر کاری که در رابطه با این لغت هست رو چیکار کنن تمرین کنن و عاد کنن به دیکشنری شخصی خودشون دیفینیشنش رو ببینن تلفظش رو بشنون به اینو مثلا کلمه ایمپکت رو توی فیلم های مختلف بشنون الان 29 تا فیلم پیدا کرده میتونن گوش موش کنن و سی مور بیشتر خیلی فیلم های زیادی هست این کلمه رو چکار کنن دقیقا این میبینید کلمه ایمپکت چکار کنن اینجا ببینن و استفاده کنن بس اینم قسمت ورد استور اما یه قسمت دیگه ای که قبلا گفته بودیم اپیک اپیک فیلم هایی که خوب دقت کنید خود این ایجوی جوی چیکار کرده برای آموزش زبان اینا چیکار کرده استفاده روش استفادهش هم اینجا اولین بار میاد میگه اگر خواستید نگاه میکنید مثلا چطوری استفاده کنید من اینو کلوز میکنم خب ریمایند می لیتر ندارم که ببینید شما این فیلم های آموزشی خودش چیکار میکنید میتونید بیایید اینجا مشاهده کنید این فیلم و واچ بعد اونایی که رایگانن فقط یه دونه فیلم میتونن چیکار کنن استفاده کنم یعنی من اینو بزنم دیگه امروز نمیتونم از این فیلم, فیلم های دیگه استفاده کنم میتونید واچ ویدیو بزنید نگاه کنید بعد تمرین لیسنینگ داره گرامر داره و واژگان داره تمام اینها رو بعد از همینجا از درسهایی که داره آموزشی که داره بروز میتونید بزنید و فیلم های مختلفی که حالا بخواید چیکار میکنید میتونید سرچ کنید استفاده کنید و به طور کام مل همه این کارا رو مثلا الان واچ ویدیو رو بزنم همین یه دونه ای که الان خودش انتخاب کرده برای امروز میتونم چیکار کنم همون چیزایی که گفتیم بشینم گوش کنم نگاه کنم ولی با یه سری از ولی با یک سری از امکانات چیه ویژه اون چیه اگر گفتم برید بخرید میتونید چیکار کنید تمرینات لیسنینگ داره تمرینات گرامر داره تمرینات واژگان داره ولی اینا برای اونایی که فری هستن قابل مشاهده نیستن بس این قسمت کجا بود توی قسمت اپیک که میتونید استفاده کنید اونایی که پولی هستن ولی خب این انقدر فیلم داره امکانات داره که اصلا نیازی به اما قسمت بعدی کانکته ببینید توی قسمت کانکت وصل میشه به یوتیوب وقتی وقتی وصل میشه به یوتیوب شما میتونید از فیلم های یوتیوب چیکار کنید استفاده بازم داره میگه وان فری فقط یه دونه میتونید ازش استفاده کنید اگر میخواهید چیکار کنید تمام فیلم های یوتیوب رو چیکار کنید بعد گوپرو بعد پولش رو بدید استفاده کنید و اینجا میتونید چکار کنید سرچ کنید استفاده کنید یا قبلا اگر استفاده کردید من این فیلم رو برای اکانت دیگهم نگاه کنید استفاده کردم اینجا داره و میتونم کلیک کنم همون کارهایی که گفتیم میتونید چکار کنید روی های یوتیوب چیکار کنید استفاده, استفاده کنید من پاز میکنم دقیقا همون کارها رو رو فیلم های یوتیوب انجام بدید حالا که بحث یوتیوب پیش اومد و از اینجا میتونیم به امکانات یوتیوب استفاده کنیم بریم ببینیم تو خود یوتیوب میتونیم از اکستنشن این چطوری استفاده کنیم چون یادتون باشه اگه یادتون باشه توی یوتیوب من وقتی لنگویج ریاکتر رو داشتم آموزش میدادم اونجا گفتم شما چیه چون من اکستنشن ایجای رو هم نصب کرده بودم فعال است یعنی اگر شما اکستنشن ایجای رو نصب کرده باشید اینو توی فیلم های یوتیوب میتونید چیکار کنید مشاهده کنید برای نصب کردن اکستنشن هم ببینید این بالا هستش از همون قسمت قبلا آموزش دادیم سه نقطه وارد ستینگ میشید در بزرگ شما که وارد اکستنشن و توی اینجا اوپن کروم استور رو میزنید سرچ میکنید توی کروم استور مثلا ایجوی ایجوی انگلیش همین که بزنید خودش میاد و اینکه اومد چیکار میکنید شروع میکنید به نصب کردن من الان ریموو چون که چیه قبلا نصب کردم شما اد میکنید وقتی اد کردید چیه اینو اینجا دیگه دارید حالا روش کلیک میکنم این امکاناتی که وجود داره ببینم چیه اولا میگه که آپر ساب تایتل یعنی زیرنویس بالایی چی باشه میگم همون انگلیسی باشه ولی لوور لوورش چیکار میکنم میان میگم که لوور هم داشته باشه ببینید پایینی ولی لوورش چی باشه میگم که تایتل پایین به صورت اتوماتیک حالا شاید تو همه فیلم ها پیدا نشه پرژیان میگم که چیه فارسی باشه ببینید بس من بهش اینو تنظیم کردم و گزینه بعدی شو کویک ترنسلیشن میتونم کلیک کنم ترجمه سریعش حتی برای من نشون بده همون فارسی دیگه من میخوام چیکار فول اسکرین هم که بزنید میتونید سایز فونتتون رو یا از همینجا دوباره لوور ساب تایتل برید رنگ منگ اینا حالا هر چی هستش کویک ترنسلیشن همه اینا رو چکار کنید فونتیک اینا تنظیم کنید اینا هم تنظیماتیه که وجود داره اگر خواستید استفاده کنید خب حالا من اینو چیکار میکنم میزنم no بره about بعد ساب تایتلم بزنم دقت کنید وقتی وقتی این ساب تایتل بزنم دارم بهش چی میگم million. دارم بهش میگم که اون امکاناتی که تو ایجوی هست رو برای من چیکار کن نشون بده خوب دقت کنید من اینو بزرگنمایی میکنم اینایی که ببینید این آپرشه این ترجمه ارزم بزرگ شما که اینم اما اگر یکی از اینا رو میبینم که همینه دیگه تکرار میبینم. بعد چیکار میکنم روی تنظیمات اینجا میرم این شوکوی ترنسلیشن رو چیکار میکنم بر میدارم خب بعد برای اینکه دوباره تکرار نشه خب حالا نگاه میکنیم so your... خب حالا من لغت شی رو اشکال دارم ببینید همون امکاناتی که گفتیم من روی این شعر کلیک کنم میتونم چیکار کنم چون ایجوی دیگه امکانات ایجوی به دیکشنریش دسترسی داشته باشم اد کنم به واژگان ترجمهش رو ببینم یعنی مثلا اینجا ترنسلیشنش رو ببینم و ترجمهش رو ببینم دوباره همون بازیایی که در آوردیم سینونیم رو همه رو آموزش دادم مترادف متضاد مثلا در رابطه با این حالا هر چی که هستش چیکار کنم استفاده کنم تمام اون رو خب میبندم no, I'm, not I'm not afraid that's a spot that will not... بس روی فیلم ها تمام اینها لغت به لغت میتونید چیکار کنید نگرد دارید و واژگانش رو استفاده کنید ذخیره کنید برای خودتون فیلم ها رو نگاه کنید تکرار کنید تمام امکاناتی که دقت کنید تمام اون امکاناتی که من براتون توی یوتیوب این سه تا کار انجام دادم یک یوتیوب رو کامل براتون آموزش دادم که چطوری از ترانسکریپشن این قسمتاش استفاده کنید دو اومدم لنگویج ریاکتوری برایتون یاد دادم یعنی اگر این فعال بشه خب امکانات ویژه خاصی داره که قبلا همه رو آموزش دادیم حتی ترجمه هاشو نمیدونم چیزای مختلفی که همه اینو کامل براتون لنگویج آموزش دادم که شاید خیلی ها توی فیلم ها از این بهتر استفاده کنم ببینید عین همون کلمه رو من نگردارم فارسیش بیاد نمیدونم مترادفش بیاد فلان و یکی هم الان چیکار کردم دیگه اینو تکمیل کردم توی ایجو اکستنشن و ضمنا بازم دارم تاکید میکنم همه هدف من از آموزش این برنامه که حالا دارم ادامه میدم برنامه های زیادی است که میخوام آموزش بدم در اختیارتون قرار بدم اینه که ندانستن یک زبان خوب دقت کنید ندانستن یک زبان عربی، انگلیسی، چینی، ویتنامی، فرانسوی باعث نشه که هموطن من از امکانات و مقالات و دانش زبانهای دیگه چیه محروم بشه انواع روش های ترجمه کردن رو دارم یاد میدم گفتم مثلا روی فیلم ها کلیک راست میکنید ترنسلیت رو دارید اینا رو همه رو توی گوگل ترنسلیشن آموزش دادم گوگل ترنسلیشن رو توی موبایل یاد دادم برید نگاه کنید اگه واقعا مسلط نیستید خود وبش و ترنسلیت رو کامل همه این چیزها رو یاد دادم چطوری اصلا یه وبسایت و چطوری متن و حتی به زودی فیلم های جدیدی هم، مقالات و چطوری اصلا کلمه به کلمه جمله به جمله کل متنشو رو. انواع روش ها رو اصلا تو خوندن انواع مقالات تحقیقاتی که دارید کار میکنید خلاصه ندانستن یک زبان باعث نشه که هموطن من از اطلاعات و تکنولوژی های بروز محروم باشه که بتونیم سریعتر چیکار کنیم با تقویت این قسمت ها به تکنولوژی های روز دسترسی داشته باشیم و در پیشرفت کشورمون کمک کنیم سهیم باشیم به خصوص برای کودکانمون نوجوانانمون آینده سازانمون که چرخ این مملکت رو میخوان در آینده در اختیار بگیرن اطلاعات قوی داشته باشن کاملی داشته باشن به با اونها کمک کنیم و من مطمئنم اگر دست به دست هم بدیم کمک کنیم اینا رو ببینید خصت به خرج ندیم همونطوری که من هرچی بلدم با زبان الکن خودم در اختیار شما قرار میدم اینها رو شیر کنید در اختیار دیگران قرار بدید برن استفاده کنن نگید که حالا من مثلا خودم بلد باشم به قول معروف درآمد داشته باشم فلان نه اینها چیزی نیست که به قول معروف چیه محصور به خودمون باشه اینها متعلق به همه است به همه آموزش بدیم به همه یاد بدیم همه رایگان استفاده کنن بتونن چیکار کنن کمک کنن مملکتمون انشالله پیشرفت های خوبی داشته باشه به با امید خدا پس هدف ما اینه که ندانستن یک زبان باعث نشه شما از اطلاعات و امکاناتی که در دنیا وجود داره به هر زبانی هست محروم بشید و در بخش آخرم این اکستنشن رو بگم که اگر روش کلیک کنید یه سری امکاناتی هم تنظیماتی هم روی این دارید میبینید قسمت سیتینگ دارید یه سری اطلاعاتی رو داره براتون نشون میده بعد ورد گرم سنتر داره که قبلا یاد دادم گفتم که به قول پولیه برای واژگان انواع بازی ها ارزم بزرگ شما که آموزش ها داره که ما کاری به این نداریم و بعد از اون قسمت لوکاپ داره برای دیکشنری شما میتونید از همونجا کلمه ای که مورد نظرتون هست و مثلا فرض کنید آگلی بزنید و چیکار کنید سرچ کنید و, پیدا کنید مترادف متضاد حالا هر کاری که انجام دادیم از همینجا بهش دسترسی داشته باشید بعد دقت کنید این بالا ستینگ کلی اینو دارید شما یعنی وارد این بشید میتونید قسمت جنرال تمام این اطلاعات که ما گفتیم دوباره اینجا یه سری تنظیمات داره میتونید انجام بدید حتی وایس چه استفاده میکنید وایسشو رو مثلا بگید که مثلا من هیومن وایس میخوام یعنی میل وایس میخوام فلانی باشه صدای فلانی باشه هر کدوم هستش انتخاب کنید و چک کنید گوش کنید Hi, eJoy helps you learn English with the content you love on mobile and لپتاپ. خب این تلفظ انتخاب کنید اتو داشته باشه چیزهای مختلفی که حالا میتونید اینجا استفاده کنید ولی اون قسمتی که وجود داره ببینید یکی اینتگریتد ویدیوز خب توی اینجا دقت کنید الان کاملا الان این ایجوی یعنی اکستنشنش کاملا وصله یکی نتفلیکس یکی تیوی اپل یکی یوتیوب یعنی فیلم کانال هایی که الان کاملا بهش وصل اینجا اومده ادامی هست کورسرا هست ارزم بزرگ شما که تد هست خیلی مهمه تد مثلا تمام فیلم های تد رو میتونید با این چیه با این ببینید و قسمت های مختلفی که هست مثل ویکی اینا پارتلی بعضی از فیلم هاش بعضی از امکاناتش وصله بعضی از سایت ها اینجا وصله رو داره نشون میده منوئلی یعنی دستی شما میتونید اضافه کنید یعنی بیایید اد نیو برید و یه سایتی که مورد علاقتونه چکار کنید اینجا اضافه کنید بس میتونید اینا رو چکار کنید ایجای رو به اون سایت ها اضافه کنید اونا هم دستی مثلا بی بی سی رو بیایی اضافه کنید هر چی که هر سی این این رو اضافه کنید هر کجایی که دوست دارید بعد بخش دیفالت اکستنشن, یعنی اکستنشن هایی که شما کردید توی ویدیوها ایجا انگلیشه ولی توی کانتکست یک اکستنشن دیگه است شما میتونید از آ... عوض کنید بگید نه همون برای همش باشه یا این یکی باشه هر کدومش باشه. ولی بیشتر خودش بمونه بهتره بعد بخش ریدره یعنی توی متنایی که میخونید تو روزنامه اینا حالا هر سی... هرچی هستش یک سری شورتکات هایی که میتونید استفاده کنید چیاره نشون بده هر چی هست میتونید اینجا تنظیمات ویژه‌ای رو بعد داشته باشید بعد سیوش کنید هر کدومی که خواستید بعد قسمت ترنسلیتر شما الان این ترنسلیتر رو که روش کلیک کنید خوب دقت کنید من انتخاب کردم انگلیسی بعد اینجا بیایید فارسی انتخاب کنید دیگه همیشه اونجا چیه فارسی میاد ترجمش خب بس میایید اینجا پرژین انتخاب میکنید و سیوش میکنید حالا این چیکار کرد از این دفعه هر وقت من دیگه ببینید الان توی همین ستینگش برم توی قسمت لوکاپ برم مثلا یه کلمه ای رو بزنم مثلا همون بوکو بزنم اینتر بزنم میبینید دیگه به صورت کامل همیشه از این دفعه من انگلیسی رو دارم تلفظش هم به فارسی دارم و این اینجا چیه دیگه به طور کامل ست شده توی این قسمت پس هر وقت هم خواستید توی اکستنشن توی ستینگ میتونید چیکار کنید بیایید تو قسمت ترنسلیتر و زبان مورد نظرتون چیه برای همیشه تغییر بدید که دیگه دستی نخواهید عوض کنید پس این هم امکاناتی که ما در رابطه با ایجای گفتیم و استفاده کردیم که میتونید برید وقت بذارید کار بکنید و استفاده کنید و اما قبل از اینکه خداحافظی کنم یه یعنی مطلبی رو بگم خب این گفتم در ادامه آموزش ها برنامه های مختلفی رو معرفی میکنیم تا حالا دو تا برنامه برای فیلم ها معرفی کردیم که یکیش لنگویج ریاکتر بود و دومی ایجایی بود اما یه برنامه خیلی عالی و جالب برای آموزش زبان و منظورم امکاناتی که تو زبان ها میتونیم استفاده کنیم سایت رید لنگ هست ریدینگ لنگویج هست با تمام امکاناتش انواع تضمین‌ها رو براتون انجام میدم شما دیگه تو اینجا دسترسی دارید هر متنی رو تو اینترنت این برای ریدینگ هر متنی رو خواستید به هر زبانی خواستید چیکار میکنید انتخاب میکنید حتی وبسایت یه وبسایتی رو خواستید چیکار میکنید انتخاب میکنید متنایی که مورد حتی متنای شخصی خودتون میتونید کپی پیست کنید یه متن رو دوست دارید مثلا فرض کنید من این متن رو خودم انتخاب کردم بعد روی هر لغتی که خاصی کلیک کردید چکار میکنه ترجمهش رو براتون میده مشخص میکنه خب میگید که خب اینو من تو دیکشنری مختلف دارم دیگه به چه دردم میخوره ببینید اینجا دقت کنید وقتی من اینا رو وارد میکنم اینجا قسمت ما یه داریم قسمت اینجا میتونیم تمام اینا یه سری امکانات کار میکنیم بعد ادیت ویرایش کارهای مختلفی که انجام میدیم یه قسمت فلش داریم میتونیم برای این لغت ها خودمون فلش آموزشی بسازیم یعنی بیایم اینا لغت هایی که من اضافه کردم چیکار کنم تلفظش رو کنم بعد معنیش رو به حدس بزنم چی بوده چندین بعد اگر میدونم ارزم بگم یس میدونم ارزم بزن شما که مثلا اینو گوش کنم نمیدونم بگم که نه نمیدونم دوباره بخواد مرور کنه بس تمام این There. کارها رو میتونم چیکار کنم انجام بدم روی بس اینجا فلش داریم خود این کلمه رو تو جمله های مثال ها داریم میبینیم امکانات بسیار فوق العاده داره که من میتونم چیکار کنم انواع تمرین ها برای آموزش و به خصوص این قسمت شما میتونید از تکست های خودتون رو وارد کنید آپلود کنید میتونید از متنایی که هزاران نفر طبقه بندی کنید بگید مثلا فقط سانگ آواز میخوام خب موسیقی ها رو چیز کنید کانورسیشن مکالمه میخوام متنای دیگه میخوام از یه زبان دیگه اصلا فارسی بگی که من فارسی بلدم ارزم انگلیسی بلدم میخوام فارسی یاد بگیرم اون وقت میاد چیکار میکنه تمام این متنها رو بر اساس فارسی انتخاب میکنه شما متن فارسی میبینید و هر وقت روش کلیک کردید چیکار میکنید به انگلیسی میبینید اونها رو و یا زهر زبان دیگه ای که دوست داشتید بس شما توی مرحله بعدی آموزش فیلم چی دارید ریدینگ لنگویج رو نگاه کنید و تمام این آپشن ها و ته، تهیه نصبش و امکاناتی که داره رو قدم به قدم یاد بگیرید و بارها تاکید کردم هدف ما یادگیری ابزارهایی که باعث بشه شما به خاطر زبان از هیچ مقاله از هیچ سایتی از هیچ گونه امکاناتی در دنیا به هر زبانی هست محروم نشید و زبان ندونستن مانع پیشرفت شما نباشه قربان شما التماس دا خداحافظ